همکارم نیکی محشوب که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه منه نیکی اول درباره گزارش خبر آنلاین یه ذره بیشتر برای ما توضیح میدیم ببین اتفاقی که افتاده ما میدونیم که از بعد از جنبش محسا خب برخوردها با دانشگاه شدت گرفت به خاطر اینکه دانشگاه هم همراه بود با مردم اما چرا با اساتید این شکل برخورد میشه به این دلیل بود که در بهبهه بازداشت دانشجویان یا برخورد هایی که میشد بسیاری از اساتید تلاش میکردن برای حمایت از دانشجویان فعالیت کنن حالا یا خودشون اطلاع رسانی میکردن در مورد وضعیت دانشجویان یا همراه خانواده ها میشدن یا تلاش میکردن دانشجویانی که اجازه حضور در دانشگاه بهشون داده نمیشد رو وارد دانشگاه بکنن چه اتفاقی افتاد جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی اومدن شروع کردن پرونده علیه اساتید بر اساس این گزارشی که خبر آنلاین داده دست کم 60 استاد در طول دو سال اخراج شدن تعلیق شدن یا اجباری بازنشسته شدن یعنی زمان بازنشستگیشون نبوده ولی اومدن و مجبورشون کردن که خودشون خودشون رو بازنشسته بکنن که خب میبینیم تو دانشگاه‌های مختلف متعلق فقط به یک دانشگاه نیست در دانشگاه‌های تهران در دانشگاه‌های های مختلف اما از سراسری و آزاد این وضعیت ادامه داره به اساتید اشاره کردی اما ظاهرا محدود به اساتید نبوده دانشجوها هم با محدودیت و اخراج و تعلیق و اینا هم امراه بودن آره رضا اتفاقا داشتم با یکی از دانشجویان یه صحبتی می‌کردم عنوان میکردش که ماموران حراست میان رو روی جوجمان یعنی اون کاری که دانشجویان توی دانشگاه کار هنری انجام میدن مثلا توی دانشگاه های که مثل صورت آره معمور حراست میاد گیر میده به این که الان اینی که تو کشیدی یا این طرحی که تو زدی مقایر با شونات اسلامیه یه نمونه اون این بوده که یه فردی طراحی کرده حریری که روی لباس پوشیده میشده و اجازه ندادن اون جوجمان بره جلو گفتن این بدن نماز هرچی دانشجو تاکید کرده آقا این اصلا میره روی لباس هیچ ربطی به این نداره که کسی بخواد اینو تنها بپوشه اجازه ندادن این بررسی بشه اتفاقی که افتاده اینه که الان پنج نفر از دانشجویان دانشگاه سوره رو تعلیق کردن هیچ کس نمیدونه چرا هیچ کمیته انضباطی برگزار نشده میدونیم خیلی مواقع کمیته انضباطی اهرام فشارن به همراه نیروهای امنیتی ولی در مواردی بوده مثلا سر تقلب اینکه تحقیق دانشگاهی انجام بشه کمیته انضباطی وارد میشد اما دو سال کمیته های انضباطی تمام فعالیت هایی که بر اساس قوانین و قواعد دانشگاه دارن گذاشتن کنار به همراه ماموران حراست ماموران امنیتی و بسیج دانشگاه شروع میکنن پرونده سازی برای دانشجویانی که فعال بودن یا دارن فعالیت میکنن در هر حال مخالف اون چیزهایی که جمهوری اسلامی میخواد و نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه تعلیق، نتیجهش میشه اخراج یا لغو مسکن اینکه دانشجو. اینکه خبرم گفته بود ظاهرا فقط زنگ میزنن میگن بیا حکم تعلیق بگی. دقیقا اتفاقی که میفته اینه یعنی دانشجو هیچ وقت هیچ کاغذی مبنی بر اینکه تعلیق شده دریافت نمیکنه. تماس تلفنی یا بعضی مواقع حتی دانشجو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه جلوی در مامور عروسات میگه خب از حضور شما معذوریم برگردین خونه تون چون دیگه قرار نیست بیاین دانشگاه. مرسی حسن نیکه محجوب هم کنم که اینجا همراه ما بودیم